دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیو امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. ساعت در دوشنبه 8. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند که قرض این شرکت از نیروگاه برق آب سنگتوده 2 به 62 میلیون دلار رسیده است و آنها این مقدار پول را بر اساس یک جدول زمانی پرداخت میکنند. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک در صحبت به خبرنگاران گفت این جدول در جریان کار کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران امضا شده است. در پی سردی روابط میان ایران و تاجیکستان، برخی از نمایندگان پارلمان و وزارت امور خارجه ایران با کوتاهی دولت تاجیکستان در پرداخت قرضهای نیروگاه سنگتوده 2 که با سرمایه ایران بنیان شده است اشاره میکنند. نیروگاه برقی آبی سنگتوده 2 با 180 میلیون دلار سهم ایران و 40 میلیون دلار تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12.5 سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت 2 سال دیگر دراز شده است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون خبر داد که نیت دارد آخر هفته، یعنی روزهای 5 و 6 آگوست، با همتای روسش سرگئی لاوروف ملاقات کند. تیلرسون در این باره روز 1 آگوست خبر داد و گفت که روابط واشنگتن و مسکو فشارهای قابل ملاحظه را تجربه میکند. این ملاقات تیلرسون و لاوروف بعد تحریم نو آمریکا علیه روسیه صورت خواهد گرفت. خود تیلرسون هم در نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت اقدام کنگرس در رابطه با جاری کردن تحریم های علیه روسیه و شیوهی که آنها به کار بردند، نه من و نه پرزیدنت ترامپ را بسیار خوشحال نکرد. موقع ما روشن بود. ما فکر میکردیم که این به تلاش های ما کمک نمیکند، اما این تصمیم است که آنها گرفتند. آنها این را به روش بسیار یک دلانه اجرا کردند. من فکر میکنم که پرزیدنت آن را قبول میکند. تمام علامت ها به این اشاره میکنند که پرزیدنت طرح را امضا میکند و ما بعد از روی آن کار میکنیم. ما نمیتوانیم اجازت بدهیم که این طرح ما را از تلاش های برقرار کردن روابط باز دارد. صرف نظر از تلاش های مسکو برای کاهش هیئت دیپلماتیک آمریکا در پاسخ به تحریم های نو، تیلرسون گفت که روسیه و ایالات متحده همانا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. حدود 500 گمانبر اشتراک در تبدلات ناکام سال گذشته ترکیه روز 1 آگوست در دادگاه حاضر شدند. این بزرگترین محاکمه از آغاز بررسی پرونده تبدلات عنوان می شود. محاکمه دادگاه پرونده تبدلات در بنای مخصوص می گذرد. بخش عمده متهمان پرونده با بندهای سنگین قانون جنایی از جمله سوءقصد به جان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان عیبدار می شوند که زندان ابدی را در نظر دارد. در پرونده تبدلات پایگاه هوایی اکینجی واقع در شمال غربی ترکیه همچنین ستاد تبدلاتشان استفاده شده است. روحانی ترک فتح الله گولن که در آمریکا زندگی میکند گمانبر اساسی پرونده تبدلات نامبر میشود. محاکمه گولن در غیب او جریان میگیرد و خود او دست داشتنش در کوشش تبدلات را رد کرده است. مقامات مصر 6 دانش آموز قزاق را که از 19 ایول در بازداشت بودند به وطنشان دپورت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان انور ژینقوف روز 2 آگوست در فیسبوک نوشت مقامات مصر 6 دانشجو را به فرودگاه بین‌المللی قاهره آوردند تا آنها را به قزاقستان فرستند. با گفته او دیپلمات‌های قزاقستان نیز برای ملاقات با دانشجویان به فرودگاه رفتند. یکچند عکس دانشجویان و مقامات قزاقستان در فیسبوک نشر شد. ژینقوف افزود هنوز معلوم نیست که چرا مقامات مصر این نفران را بازداشت کردند. روز 1 آگوست قزاقستان به مصر نوت اعتراضی فرستاد و طلب کرد بازداشت را شرح دهد. شهروندان قزاقستان برای دوره آموزش زبان به مصر رفته بودند و در قاهره زندگی میکردند. ژینقوف قبلا گفت که دانشجویان به تندگرایی مذهبی ربط ندارند. نشر دیدگاه های مختلف و متضاد 107.4 FM. اسلام کریموی خورده نبیر رئیس جمهوری پیشین ازبکستان و پسر گلنار کریموی دو تیتانی کل این کشور را برای تهیه پرونده به قول او ساخته علیه مادرش متهم کرد. این ادعای کریموی خورده روز 1 آگوست در جریان صحبتش با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی صدا داد. عبدالله اشرف گزارش را ادامه می دهد. دو تیتانی کل ازبکستان روز 28 ایول خبر داد که علیه دختری کلونی پرزیدنت پیشین ازبکستان پرونده جنایی باز شده است. او با قلابی پنهان کردن اسعار خارجی، نقص قانونهای گمرکی و قانونی گردانی درآمدهای جنایی عیبدار می شود. دادستانی کل حساب کرده است که کریموف در 12 کشور خارجی از جمله روسیه و بریتانیا و فرانسه به مقدار 2 میلیارد دلار سرمایه دارد. اسلام کریموف خورده در صحبت با تلویزیون بخش ازبکی بی بی سی گفت 2 میلیارد دلار اموالی که دادستانی کل ازبکستان به مادرش نسبت داده است مربوطی گلنارا کریموف نیست. وای گفت
اگر دلیلی وجود می داشت حتما بر اساس قرار دادگاه اموال مصادره می شد، اما هیچ کشور خارجی که در تفتیشات شرکت دارند نه تنها پرونده بلکه قرار و حکم های دادرس را در ازبکستان اعتراف نکردند. پسری گلنورا کریموا می گوید که از وضع مالی مادرش خبر داشت و اتهام 2 میلیارد دلار دارایی او به قبل کریموی خوردی از هوا گرفته شده است. اسلام کریموی خوردی در ادامه صحبتش با بی بی سی تاکید کرد که با بیان این حرفا دعوا ندارد که مادرش بهترین آدمی روی دنیاست، اما گفت فردی بدترین هم نیست. گلنورا کریموا دختر بزرگ اسلام کریموف، رئیس جمهوری پیشین ازبکستان که در عرصه هنر با نام گوگوشا نیز معروف است و از وارثان احتمالی تخت پدرش دانسته میشد، از سال 2013 به این طرف ناپیداست، از زمانی که نام او در رابطه با جنجال فساد در اطراف چگونه به بازار مخابرات ازبکستان راه یافتن ویمپلکام، شرکت روسی MTS و شرکت فینیو شویدی تلیا سنرا رسانه‌ای شد. در طول این مدت خبرهای زید و نقیز در باره وضع سلامتی در حبس خانگی یا بیمارستان کسلی های روحی بودن او می رسید. او را در مراسم ویدا و دفن پدرش در ماه سپتامبر سال گذشته در سمرقند نیز ندیدند. دادستانی کل ازبکستان بار اول روز 28 ایول در بازداشت بودن گلنورا کریموا را تصدیق کرد و جزئیات پرونده های او را آشکار نمود. بنابر اطلاع دادستانی کل ازبکستان، گلنورا کریموا ماه آوگوست سال 2015 با قرار دادگاه ولایت تاشکند برای سرکشی از پرداخت انداز، دزدی، تمجعی و محو اسناد شرکت های آفشوری عیبدار شده، آزادیش برای 5 سال محدود گردیده است. گزارش عبدالله اشرف را شنیدید. بحث دو مادر کلان در ناحیه سنگوار یا طویل لره پیشین برای نبری 4 سال اشان آمینه به دادگاه رفت. آمینه خورسال که در 7 ماهگی از آغوش پدر و مادر محروم شده است، هنوز نمیداند در اطرافش چی گپ کار میگذارد. او همچنین سرفهم نمیرود که چرا بیبی مادری و پدریش در روی حولی در حضور او سر و صدا میکنند و هر یک او را به طرف خود میکشد. شادمانی یتیم در این باره جزئیات بیشتر میدهد. والدین آمینه هم مثل پدر و مادران بعضی کودکان دیگر در تاجیکستان در مهاجرت کاری قرار دارند. آنها هنوز بعد چند ماهی تولد آمینه از هم جدا شدند. او در تربیه بیبی مادریش است. اما مادر کلان پدری اخیراً برای با خود گرفتن آمینه به دادگاه ناحیه سنگوار شکایت برده است. به اطلاع تیلا ناردانایی و مادر کلان آمینه نبیرش در دست نزدیکان مادرش خوب پرستاری نمی شدند. تیلا ناردانایی می گوید کودک چندین مدت در پرستاری یک دختر نورس قرار داشت و محض همین هم آنها را وادار کرد به دادگاه شکایت برند. سر به همش غلط بدن، نوخی تازه در تنش نداشت، نوخونی دستش غلط شد، اگه پریخوند نوخونی که قدی دستش کشل، خیلی با پاچست پاچ همش افلاس، لباس هست افلاس. من هر موقع بچه هم تومینا لباس میخرم بیا کدک کدک کتنه کدک نه یکون با لباس نه یمون توفشی نه یکون نفسی. با گفته این زن پسرش مسلم ناردانایف که در مسکو کار و زندگی دارد، برای تربیه آمینه به نام او وکالتنامه فرستاده است تا در دادگاه او را نمایندگی کنند و کودک را در غیب پدر و مادر به تربیه بگیرند. خود مسلم در صحبت گفت حالا امکانیت بازگشت به وطن را ندارد و باید برای صاحب منزل شدن کار کند، اما میگوید نسبت تقدیر دخترش بی‌طرف نیست. در دادگاه ناحیه سنگوار یا طویل دره شکایت مادر کلان را برای خود برای با خود گرفتن نبیره تصدیق کردند و گفتند بحث این دو مادر کلان چند سال باز ادامه دارد. بحث دادگاهی آنها قبلا برای واخوری با نبیره سر زده بود. طبق دعوای قبلی یک جانب به جانب دیگر برای دیداربینی با کودک مانع ایجاد میکرده است. با بحث این دو مادر کلان ناظران منطقوی و کمیسه حقوق کودک هم وارد شدند. آنها یک جویا وضع نگهبین کودک را آموخته خلاصه خود را به دادگاه ارائه کردند. اما گلبهار قندوا بی بی مادری آمینه که کودک همراهش است میگوید او به هیچ وجه کودک را از خود جدا نخواهد کرد. این مادر کلان ادعاها را در رابطه با آنکه آمینه در شرایط بد تربیه میگیرد رد میکند. گلبهار قندوا میگوید فقط برای حل یک مشکل خود برای چند مدت به روسیه رفته بود و آمینه هم در دست دخترش که صنف 11 میخواند قرار داشت. مرجانه مادری آمینه خردسال هم که 3 سال باز در روسیه کار میکند میگوید وقتی هنوز کودک در بطنش 2 ماه بود شوهرش او را ترک کرده و به روسیه رفت.
شادمان یتیم بود که درباره بحثی دو مادر کلان بر سر نبیره در ناحیه سنگوار گزارش میداد. قبلا بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با انجام یک تحقیقات در چند سال پیش فرزندان مهاجران را به دلیل دوری پدر از خانواده، سرکش، آسیب پذیر و تهدید به آینده ثبات در جامعه عنوان کرده بود. صفحه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است. شما خبر و گزارش های رادیو آزادی را روی موج 174 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسف شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب ها را می توانید در این سراغ آزادی.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 174 FM.